همکاران پراپا قورس خاتمی و عضو دسته اصلاح طلب ها به طرز مشکوکی در تبریز بعد از انتشار ویدئویی از خودش و انتقاد از مردم تبریز و دادن آمار گردشگران در نوروز 1401 این شهر به مردم و به سخر گرفتن تبریزی ها قیب شد. خانواده نادر پاتسی از چهرههای کمتر شناخته شده و کم جنجال اصلاح طلبان خبر از سه روز ممتد ناپدید شدن او دادند. پدر پادسی به خبرنگاران در مقابل این پرسش که چگونه این اتفاق افتاده گفته از نیمه شب پنجشنبه که نادر از منزل خارج شد از او خبری نداد به تمام مراجع قانونی و بیمارستان ها و حتی پزشکی قانونی هم مراجعه کردیم و خبری از او دریافت نکردیم من حدس میزنم هرچه هست مربوط به افکار سیاسی پسرم باشه چون او چندی پیش در توییترش از مردم شهر انتقاد شدیدی کرده بود. نادر پادسی طی ویدئویی که از خودش در توییتر منتشر کرده، گفته گاهی وقتها جواب های هویه مدت ها بود که میخواستم در این باره مطلبی بگم اما دنبال نشانه ها بودم که بالاخره عقل جمعی مردم ایران کار خودشو کرد اون هم چه کاری او در این ویدئو گفته در اوایل دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وقتی دولت او سخت در پی جلو بردن اتمی شدن ایران بود و حتی تمام تاکسی های ایران و مجهز به کپسول سی انجی کرده بود تا مملکت در اثر تحریم بنزین نخوابه در همون حال باند اصلاحات با کشیدن یک کاریکاتور سوسک که به زبان ترکی چیزی میگفت بلوای راه انداخت و با آوردن ارازل اوباش به کف خیابونهای تبریز میخواست تا دولت و وارد باطلاق کنه بعد از این واقعه تیمهای امنیتی به اصطلاح سوراخ دعا رو پیدا کرده بودند هر از گاهی گروهی ارازل رو جمع میکردن و روی مجسمه بزرگترین چکام سرای ایران فردوسی نفت میریختند که اونو از بین ببرند در استادیو من با عربد گوزی نام جلی خلیج عربی رو سر می و آذربایجان جنوبی و دیگر مواردی که داستان همه شما از حفظیم. پاتسی در ادامه گفته روی کرده بدنه ای مردم ایران با این ماجرا دوستانه بود و همواره می گفتند انشالله گربه سر جاش هست و تبریز سنگر ملی گرایانه و خاک سهتارخان و باقرخانه و از این دست خوز و مدام لیلی به لالای این مردم می زاشتن. کافی بود به شهر نفرین شده ای تبریز سر بزنی تا انبوهی از نگاه نخوت آمیز و احانت و بی احترامی به هموطنان سایر نقاط ایران و حتی مردم زنجان و اردبیل رو ببینید. با دادن حجم بزرگی از بودجه کشور به آذربایجان شرقی و غربی و منصوب بودن عالی رتبه ترین مقام مملکت به خطه آذربایجان باز هم ادعاها زیاد بود و صحبت از آموزش به زبان مادری و فدرالیسم بود بسیاری از صنایع کشور با اعمال نفوذ این جریان تعطیل شد تا صنایع ترکیه قوت بگیره از نساجی مازندران شروع شد و زنجیره بزرگ کشت و صنعت پنبه و ریسندگی و بافندگی رو به نفت ترکیه نابود کردن. سپس ساختمان سازی و مخابرات و نیروگاه های برق. حتی این اعمال نفوذ چنان بود که کنترل فرودگاه بین المللی پایتخت رو به ترکا داده بودند و سپاه مجبور شد باند فرودگاه رو مسدود کنه تا از فاجعه جلوگیری کنه بسیاری از تبریزی ها با خیانتی بی نظیر ده ها میلیارد دلار ارز کشور رو به ترکیه بردن و در این کشور خانه خریدن بسیاری از فاهشگان سلبریتی با گرفتن یک واحد آپارتمان مدام تبلیغات زندگی در ترکیه را میکردند جمهوری اسلامی حتی در دوران بحران اقتصادی جهانی محموله های شمش طلا رو به ترکا میداد و اردوغان از این بابت سجده شکر به جا می آورد او در ادامه گفته من میدونم وقتی ارتش ترکیه برای حفاظت از این کشور علیه اردوغان کودتا کرد دستگاه های امنیتی ایران اردوغان را در هواپیما به آوردن و از طریق شبکه های مجازی ایران اونو دوباره به صحنه قدرت برگردوندند اما با تمام این دهنکجی های این باند کثیف تبریزی ملت ایران درس بزرگی به اینها دادند و سیلی سختی به شهر تبریز زدند او گفته در حالی که شهرهای شمالی ایران میزبان 2.5 میلیون مسافر نوروزی بود شهر شیراز 10 میلیون مسافر جذب کرد و اردبیل از همون ناحیه تونست نیم میلیون توریست جذب کنه شهر تبریز تونست تنها 150 هزار توریست جذب کنه که احتمالا همون مردم خود تبریزن که برای دید و بازدید خونوادگی به شهرشون برگشتن پادسی در ادامه ای حرفاش و در انتهای ویدئوش همچنان به مردم تبریز توهین و اهانت کرده و گفته بله آمار واقعی حیاهو و اروگوز عر خلیج عربی و آتی زدن مجسمه فردوسی و زوزه گرگ کشیدن و های های گفتن همین میشه اینا توف سربالاست مردم تبریز امروز نه تنها در بین مردم ایران منفور شدن بلکه درون شهرها و استانهای شمال غربی هم منزوی شدن امروز همون مردمان استانهای همجوار که مورد تمسخر تبریزی های از دماغ فیل افتاده بودند در حال رشد و ترقی هن. در نهایت هم گفته دور نیست که در عرض 15 سال آینده تبریز به یک بیغوله تبدیل شه و تاجران و طبقه آکادمیکشون مجبور به مهاجرت گلهی بشن دقیقا نیمه شب روزی که پاتسی این ویدیو رو از خودش در توییتر منتشر کرده، خانواده او ادعا می کنن که از اون پس به مدت سه روزه که از او خبری ندارن. این سلیقه است آقایون یک خبکی کردن، یک امتیاز بیخودی یک تریبون علکی دادن دست یه نفر، اونم خلاصه فکر کرده خبریه، و تو تو هر کاری درش میخواد میکنه ما به اسم اینکه آقا اینا انقلابی هستند نمیدن فلان هستند پامونو میکشیم عقب کجاشون انقلابی این آقای اینکه تریبونا رو گرفتن دستشون اجازه نمیدن با صدای بلند حرف میزنن مفهومش این نیست که اینا اکثریت هن. که اینا یک اقلیت تریبوندار پرسر و صدایی هستند وگرنه اکثریت جامعه که اینجوری نیست شهید اگه داده مردم دادن تحریم تحمل کرده مردم تحمل کرده. شما بلیت فروختید به مردم نمیفروختید بلیت فروختید بعد طرف اومده اونجا بره تو بعد با تو صورت دختر مردم که چی مگه اختشاشگره، کرده مگه شورشیه مگه خلافی کرده من دیگه از اسلام مثال نمیزنم چون اینا ربطی به اسلام ندارن الان دیدم دوستان میگن حضرت علی فرمود خلخال از پای دختر یهودی باز کردن مرد از این داغ بمیره چه ربطی به اینا داره اینا اصلا اسلام اینا مسلمون آخه شما کدوم چیشون اینا به اسلام میخوره که بخوای از اسلام مثال بزنی که آقا شما ناموستون رو گازشکاور زدن تو چشت. یکی یکیتون نمیاد اسخا یکی نمی توضیح بده کو این وزیر ورزش چرا حرف نمیزنه این چه بی‌نظمی این چه بی قانونیه؟ یا آقای نشسته تو مشهد تریبون نماز جمعه بهش دادن هر هفته علیه یعنی با تمام اظهار نظراش باعث میشه که ملت ضد دین و ضد خدا و ضد پیغمبر و ضد انقلاب و ضد امام رضا و ضد همه چی بشن یه نفر آقا یه چهار تا جامعه شناس بیطرف بیارید 20 سال کاری که این آقای علم الهدا کرده رو بررسی کنه ببینن چند چقدر هزینه ایشون ایجاد کرده واسه مملکت درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید